دنیای ما دنیای کره است. تو 5 سال تخصص حرفه‌ای در تولید کره‌ای گیاه برای محبوب تحقیل شده از رومن آفتاب گردان. راهی عظم الفلام و برح الخفام و انکشف الغفام و انقطع الرجام اضاقت الارض ومنعت السماء و انت المستعان إليك المشتكى والرب وعليك بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت دوستان و همکاران عزیز. من خوشحالم که دوباره در خدمت شما عزیزان هستم.
همکاران محترم در بیمارستان باهنر و حالا شاید از مراکز دیگه هم باشن. حالا اسامی دانشجویان میبینم که هستن، مخصوصا یکی از دانشجویان پرسیده که در کارنامه ثبت میشه، حتما با خانم جبارپور برای این مورد هماهنگی کنین. خب من خیلی از دوستان آشنا هستم باشون، از همون اول لالا، مخصوصا سرپرستاران عزیز و سوپروایزران عزیز آشنا هستم باز. حالا اگر که دوستان عزیز سوالی در طول مسیر داشتن، گزینه دست رو میبینی روش کلیک کنین، من میکروفون رو بهتون فعال میکنم، میتونین سوالاتتون بپرسین یا صحبت بکنین و اسم و فامیلتونم که همه نوشتین با گزینه مهمانم اگه وارد شدین دو تا کلیک روی اسمتون بفرمایین و اسمتون تو کادر بنویسین، یا به هر حال چون که خانم جبارپور میخوام بهتون گواهی بدم مشکل ایجاد نشه. خب عزیزان اگر که آماده هستین من شروع کنم. حالا چون خانم جبارپور عزیز میکروفون ندارن نمیتونن صحبت کنن، اگر که کسی میخواد از بیمارستان اولی صحبت بکنه من براش میکروفون فعال بکنم، تو چت باکس بنویسه من براش فعال بکنم. خب خواهش میکنم، چشم، شروع میکنم. خان جبارپور عزیز چقدر وقت داریم که دوستان خسته نشن؟ وقت هم به من اعلام بکنیم که من بدونم چقدر باید صحبت بکنم. آها یک ساعت. خب به حالا کافی که نیست، حالا اگر شما میگی من یه مقداری زودتر پیش میرم که یک ساعت تموم بشه. خب مبحث ارتباط، منم که همه عزیزان آشنا هستیم، من میشناسیم کم و بیش. فرخزادیان هستم، استادیار گروه پرستاری سلامت جامعه دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان هستم. مجددا میگم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم امروز و حالا دوستانی هم که باشون آشنا نبودم اینجا با هم آشنا میشیم. خب ما امروز میخوایم مهارت‌های برقراری ارتباط رو توضیح بدیم و باهاشون آشنا بشین. شما همه کم و بیش از من هم واردتر هستین چون مددجوهای زیادی رو روزانه میبینین، با خانواده‌های زیادی روبرو میشین دیگه. فکر میکنم ارتباط و مهارت‌های ارتباطیش رو به حتی بهتر از من بلد هستیم. خب محض حالا وظیفه به من گفتن که در این مورد صحبت بکنم، با هم مروری میکنیم روی ارتباط. خب همه نه عزیزم آزمون نداره، چون بیمارستان چیزی در مورد آزمون به من نگفت، ولی خب ممکنه آخر سر یک سوالی ازتون خودم بپرسم. خب تعریف ارتباط چیه؟ فرایند ارسال و دریافت پیام. من الان امروز اینجا دارم پیامی رو ارسال میکنم و شما هم که دریافت کننده هستین انشاءالله باز هم برای من پیام ارسال بکنین و من پیام شما رو داشته باشم. اصلا ارتباط چه اهمیتی داره؟ چرا ما حالا روش وقت بذاریم در موردش صحبت بکنیم؟ خب ارتباط وسیله انتقال اطلاعات هست دوستان. ما وقتی بخوایم اطلاعاتون رو به دیگران منتقل کنیم حتما بایستی صحبت بکنیم، حتما بایستی نامه بنویسیم، ایمیل بزنیم، به هر حال بایستی اطلاعاتون رو منتقل بکنیم به بیمار، به خانواده، به هر حال به مددجو. و وقتی میخوایم ارتباط اطلاعات از دیگران بگیریم، یه چیزی یاد بگیریم از دیگران، باز تنها راهش ارتباط هست. اینها در خلا اتفاق نمیفته. در واقع وقتی بخوایم عواطفمون رو به دیگران منتقل بکنیم از طریق ارتباط هست. وقتی بخوایم به دیگران بگیم خوشحال هستیم حالا شما رو میبینیم، یا وقتی بخوایم بگیم که ناراحت هستیم که شما رو داریم میبینیم، یا مثلا ناراحت هستیم که شما امروز فرضاً این مصیبت رو دیدین، اینها همه از طریق ارتباط اتفاق میفته و سوء برداشت ها، سوء تفاهم ها همه از طریق ارتباط هست که تصحیح میشه.
خیلی وقتا توی حالا حرکاتمون ممکنه مثلا حواسمون نباشه، فرضاً روی رو از دیگری بگردونیم، خب طرف فکر کنه که ما مثلا منظوری داشتیم. خب با ارتباط میتونیم بهش این سوء برداشت رو تسهیل کنیم، بهش بگیم دچار سوء تفاهم نشه. یا خیلی از هیجانات منفی ما مثل خشم فقط از راه برقراری ارتباط سالم میسر هست. یعنی ما زمانی میتونیم مهارت‌های مدیریت خشممون رو نشون بدیم که ارتباط رو بلد باشیم، شیوه‌های ارتباط رو بلد باشیم و در واقع تمامی آسیب‌های فردی و اجتماعی ریشه در ارتباط ناسالم دارن. حالا مثلا ارتباط والدین با فرزند، ارتباط مثلا همسر با همسر، اینها همه واقعا برمیگرده به، یعنی ارتباطشون برمیگرده به اون شیوه ارتباط برقرار کردن. این که مثلا میبینین نوجوانها از خانواده فراری هستن، یا به هر حال زن شوهر از هم فراری هستن، اینها نتیجه این که نتونستن یک ارتباط درستی با هم برقرار بکنن. شاید دلیلش این باشه که واقعا شیوه های ارتباط رو یاد نگرفتن، نمیدونن حالا ارتباط صحیح چگونه هست. گاهی وقتا فکر میکنن کجا هست که چه چیزی باعث شده که واقعا این زندگی ما یا این ارتباط ما با بیمار خراب بشه، ولی منشأش پیدا نمیکنن که این مهارت ها رو ندارن. خب پس میخوایم بگیم که مهارت ارتباطی چی هست، ما چی باید بلد باشیم. زمانی که بتونیم به طور مؤثر و کارآمد با دیگران ارتباط برقرار بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بتونیم پیامم رو منتقل بکنیم به نحوی که تأثیر بذاره و عکس العمل در مقابلش داشته باشه. من اگر امروز نتونم پیام این درس رو به شما به خوبی برسونم، پس ارتباط من ارتباط مؤثری نبوده. اگر شما عکس العملی رو نشون ندین یاد گرفتین، نشون ندین آگاهیتون بهتر شده، نشون ندین احساساتتون تغییر کرده، پس این ارتباط مؤثری نیست. پس در ارتباط حواسمون باشه، ارتباط مؤثر باشه و کارآمد. خب چی میشه که ارتباط ما مؤثر نیست؟ یعنی واقعا اگر که ما مهارت‌های ارتباطی رو نداشته باشیم، ارتباط مؤثری نداریم، حتی پیامدهای بدی هم برای ما داره. مثلا ایجاد سوء تفاهم میشه، یعنی درست متوجه دیگران نمیشیم، حتی ممکنه سالها، حتی ممکنه روزها دلخور باشیم از فردی، ولی به دلیل اینکه مهارت‌های ارتباطی رو بلد نبودیم دچار سوء تفاهم شدیم. حتی از دیگران ناراضی باشیم، از رفت و آمد و ارتباط با دیگران ناراضی باشیم، حتی مثلا بیمار از ارتباط با ما، از صحبت کردن با ما، ما از صحبت کردن با بیمار ناراضی باشیم. خب دیگه خیلی بریم عمیق‌تر بشیم، کم کم که مهارت‌های ارتباطی رو بلد نباشیم، نتونیم با دیگران حرف بزنیم، تو خانواده حرف بزنیم، با فرزندمون حرف بزنیم، احساس تنهایی می‌کنه، یا برعکسش فرزند ما ممکنه احساس تنهایی بکنه و این هم به این دلیلی که مهارت‌های ارتباطی رو ما بلد نبودیم و به اون هم یاد ندادیم. اعتماد به نفسمون کم میشه، احساس درماندگی میکنیم، گاهی وقتا اصلا نمیدونیم چی کار باید بکنیم، واقعا آسیب پذیر میشیم، پرخاشگر میشیم، دچار خشم میشیم، گاهی وقتا نمیتونیم حرفانو درست بیان کنیم، عصبانی میشیم، دچار استرس میشیم، دچار فشار روانی میشیم. حتی این باعث میشه که دیگران هم به ما بگن این خانم، حالا این پرستار، نمیدونم این استاد، این دانشجو، این خیلی بد اخلاقه، خیلی اصلا تعریفش نرین، خیلی باش حرف نزنین. خب تو خانواده هم همه اتفاق میفته، دوچار طرد میشیم، به انزوا کشیده میشیم. خب اینها نتیجه اینه که ما مهارت‌های ارتباطی رو از بچگی یاد نگرفتیم، یا به هر حال تو محیط کار بایستی اونها رو تقویت میکردیم، این اتفاق نیفتاده. خب ببینید دوستان، همه تون با اجزای ارتباط آشنا هستی. من اگه اول بهتون بگم، اگه سوالی داشتین بی زحمت در چت باکس بنویسین، چون بعضی دوستان ممکنه حالا اشتباهاً دستشون بره بالا روی به قولی اون دکمه دست،
من متوجه نشم، حالا اگه پیام بنویسین من اینجا متوجه میشم و میکروفون تو روشن میکنم یا اجازه میدم که صحبت کنیم. خب حالا دوستانم که دستش رفت بالا، من میکروفونش روشن کردم، یعنی اجازه دادم هر موقع خواستن صحبت کنن، موردی وجود نداره. خب پس اجزای ارتباط رو همه بلدیم. من امروز با شما صحبت میکنم، پیامی رو به شما میفرستم، شما هم به من پیام میدید، الان دارین توی چت باکس اسماتون مینویسین به عنوان فرستنده پیام، یا حالا من به عنوان گیرنده پیام های شما، یا برعکس اون، امروز من فرستنده هستم شما گیرنده هستیم. وسیله انتقال پیام هم که امروز این لپتاپ شده، این صفحه اسکایروم شده. شرایط و محیط ارسال کار، حالا محیط کار باشه، محیط نمیدونم آموزشی باشه، تو این محیط ما محدودیت هایی داشته باشیم، قواعد و هنجارهایی داشته باشیم، هر حرفی رو نتونیم بزنیم، تو هر فرهنگی رو مثلا نمیتونیم هر واژه‌ای رو بیان بکنیم. چقدر ما امروز دانش مشترک داریم با همدیگه، شما پرستاریم منم پرستارم، بهتر درک میکنیم همدیگه رو، بهتر پیام هم رو درک میکنیم. حتی رخدادهای پیشین من قبلا شما رو دیده باشم، با هم برخورد خوب داشته باشیم، با هم آشنا باشیم، اینها همه توی اجزای ارتباط هستن و تاثیر میذارن. انتظاراتتون مثلا امروز از بیمارتون چه انتظاری دارین؟ خب متفاوت هست دیگه، از یک بیمار نوجوان، از یک بیمار مسن، از یک بیمار زن ممکنه شما انتظاراتتون متفاوت باشه، اون هم به همین طریق. پس اجزای ارتباط یه جوری شد همیشه هم برای همه یکسان هستن دیگه، درسته؟ خب خیلی مهمه بچه ها، اگر هم پیام که یکی از اجزای مهم ارتباط بود درست دریافت نشه، من امروز به شما درست پیام رو منتقل نکنم، مهارت نداشته باشم، در نتیجه در شما سوء تفاهم ایجاد میشه و این مهارت داشتن در ارتباط مانع سوء تفاهم میشه بین همدیگه. خب مخصوصا این رو ما در بیماران خیلی میبینیم، در خانواده، در بین فرزندانمون خیلی میبینیم، مثلا یه حرفی بیان میکنیم که باعث پرخاشگری فرزندمون میشه، باعث خشممون میشه، بعد حالا بعدا میگیم که اصلا منظور من این نبوده. خب ببین شما پیام رو درست منتقل نکردی و یا اون به عنوان فرستنده، به عنوان گیرنده دل نداده به شما. حالا ویژگی های یک گیرنده رو با هم میبینیم. ولی بچه جون، دوستان عزیز، دقت بکنین که نحوه برقرار کردن ارتباط با افراد مختلف در موقعیت های مختلف متفاوته. مثلا شما با یک بیمار پرخاشگر یک جور دیگه باید برخورد کنین، با یک بیمار ساکت یک جور دیگه ای، تو زندگی با همسرتون یک جور، تو اجتماع وقتی میرین خرید، وقتی میرین بانک، افراد مختلفی رو میبینین، وقتی جریمه میشین به هر حال پشت چراغ قرمز ببینین، افراد واقعا شخصیت ها و افراد گوناگونی هستن. ولی دقت بکنین که اصول ارتباط همه جا یکسان هست. شما امروز تو این کلاس اصول ارتباط رو یاد بگیرین، همه جا میتونین ازش استفاده بکنین، یعنی تعمیم بدین. میبینین که موانع ارتباط همه جا یکسان هستن. پس این مهارت هایی که من امروز با شما بحث میکنم، در واقع میدونم شما از من هم بهتر بلد هستین، مهارت هایی هستن که میخوام به ما کمک بکنه در هر قسمتی از زندگی درست ارتباط برقرار بکنیم، حالا تو حیطه کاری مثلا. خب برای این دوستان بایستی تسهیل کننده های ارتباط رو بشناسیم، بدونیم چی باعث میشه ارتباط ما بهتر بشه. من امروز به عنوان فرستنده پیام با شما بایستی اعتماد داشته باشم، یعنی شما رو بپذیرم به عنوان یک دوست، به عنوان یک همکار. شما هم همینجور متقابلا بایستی به من اعتماد بکنیم. و در واقع بعد خانم لشکری عزیز، دوستان دقت بکنید اشتباهی دستتون رو میکروفون نخوره، من به همین خاطر گفتم من ای پایین پیام بنویسین که اگر سوال داری من بهتون میکروفون رو باز کنم. خب پس ابراز علاقه‌مندی و توجه، من امروز میبینم که شما
علاقمند هستین به گوش دادن، توجه نشون میدین، احساساتتون بیان میکنین. خود من امروز میگم چقدر خوشحالم دوستان دوباره برحال شما رو حتی در فضای آنلاین میبینم. این که من شخصیت مثبت داشته باشم، مثبت گو باشم، موقعی که صحبت میکنیم حالا با خانواده، با بیمارانمون، از الفاظ مثبت استفاده بکنیم. بعضی ها هستن همش جملات منفی به کار میبرن، همش یأس و ناامیدی و نمیدونم تو حرفاشون. مثلا ما ندیدیم بیماری خوب بشه، ما ندیدیم بیماری با این بیماری بیاد از اینجا سالم بره. ببینید اینها همه جنبه های منفی هستن. بهتر ما تو صحبتان همیشه مثبت نگر باشیم و جملات مثبت بگیم، تلاش بکنیم نیازهای فرد متقابل رو درک بکنیم. بیمار ما چی امروز نیاز داره؟ خانوادهش چی نیاز داره؟ فرزند من به عنوان یک نوجوان چه نیازهایی رو داره؟ من چه جوری باید با او برخورد بکنم با نیازهاشو؟ گاهی وقتا نیازی که من ازش توضیح بخوام و بهش بگم که میشه به من توضیح بدی، من اینجا متوجه نشدم، امروز چی میخوای، امروز من باید چه کار بکنم، یا حتی خلاصه گویی بچه جون، یعنی سعی کنین تو ارتباطات. تو حالا میدونم شما همه محدودیت وقت دارین، خیلی به قول ما پر حرفی نکنیم، سعی کنیم که خلاصه بگیم خواسته هامونه. مثلا حتی اگه میخوایم بریم پیش رئیستون، اگه خواسته ای دارین پیش اون رئیس هم با یک حالت خلاصه نامه ای میخوایم بنویسین، نه یک نامه طولانی 10 صفحه‌ای ننویسین که حالا مشکلاتتون رو بگین، بهتره 4 خط باشه، 5 خط باشه که طرف دل بده و اون رو گوش بکنه. پس خیلی مهمه رفتارهای غیر کلامی مناسب، این گزینه آخر دقت بکنید، من خیلی روش بحث میکنم، رفتارهای غیر کلامیتون خیلی مهمه مناسب باشن. خب اگر که من تند هم میگم بچه جون، صحبت هم تنده، باز پایین بهم بنویسیم، من خوشحال میشم که نظرات شما رو داشته باشم. خب دوستان چه چیزهایی باعث میشه ما نتونیم ارتباط مناسب برقرار کنیم؟ حالا مثلا با مددجو، مثلا با خانواده همسر، با بچه هامون. اصل اول پیشداوریه، نظرات غالبی در مورد فرهنگ های مختلف چیزایی تو ذهنمون کردن. فلان طایفه همچین هست، فلان بیمار مثلا از اطباء اینا بی سواد هستن، فلان شهر آدماشون مثلا بدجنسن یا چاقوکش هستن. این پیشداوری ها باعث میشه ما در موردشون عادلانه رفتار نکنیم. ببینید وقتی میگیم پیشداوری یعنی اون میاد تو ذهنمون، باعث میشه ما عادلانه رفتار نکنیم باهاشون، نمیدونم درست باشون صحبت نکنیم، بیماری میاد با فلان طایفه اصلا محلش ندیم. گاهی وقتا لقب دادن و بچسب دادن، فوری به بیمار میگیم مثلا تو اهل فلانجی، پس فلانیا همه دزدن، پس فلانیا همه بد اخلاقن، پس فلانیا همه چاقوکشن و تعمیمش میدیم دیگه. مثلا ما دانش یکی دو تا دانشجو تو ورودی مثلا 96 ما هستن، یه مقدار مغرورن و بین بچه‌ها و اساتید شایع شده ورودی های 96 خیلی از خود راضی هستن یا 97 خیلی از خود راضی هستن، در حالی که نه، خیلی بچه‌های خوبی توشون هست و شما هم اونا رو تو محیط کار دیدید. ولی اینو تعمیم میدیم وقتی یکی دو تا رو میبینیم اینجوریان، میگیم همه ورودی ها. وقتی یکی دو تا پرستار میبینیم یکم حال اون روز عصبانین، یکم کارشون زیاده، سرشون شلوغه، یکم حالا تون میشن، میگیم همه پرستارای مثلا اورژانس سخت گیرن، همه پرستارای اورژانس فرضاً بد اخلاقن. داریم تعمیم میدیم اینو و این خب اشتباهه. گاهی وقتا تهدید میکنیم، حالا مخصوصا توی کار من دیدم، حالا ممکنه بیمار رو تهدید بکنیم، ممکنه که مثلا همراه رو تهدید بکنیم. دوستمون خانم موسی نجات نوشتن که خودشناسی مهمترین تأثیر در ارتباط داره در هر محیط و نقش اجتماعی. بله خیلی مهمه اینکه من توانایی خودم رو بدونم، من امروز بدونم مثلا پرستار بد اخلاقی هستم، پرستاری هستم از چه فرهنگی، نمیدونم تو فرهنگ من ارتباط چجوری هست، اصلا ارتباط بازه یا خیلی حق صحبت کردن ندارم، اینکه من چقدر علم و آگاهی دارم، اینکه نمیدونم من چقدر از فرهنگ مثلا بیماران کرمون میدونم، اینها همه خیلی تأثیر داره. بله خیلی مهم هست. اصل اول همه جا، حالا توی مراقبت فرهنگی هم ما یک اصلی داریم به اسم اصل خودشناسی و شناخت فرهنگ خود.
اول بایستی بدونیم که فرهنگ خودمون چگونه هست تا بتونیم فرهنگ مریض رو درک کنیم. اگر که نتونیم ببینیم خودمون چقدر مهارت ارتباط داریم، هیچ وقت دنبالش تو دیگران نگردیم. هیچ وقت نگیم دیگری اصلا بلد نیست ارتباط برقرار کنه، چون هنوز خودمون رو نشناختیم. یا مثلا تو ارتباط دوستان تمسخر کنیم، تحقیر کنیم، شما که همچین، شما که اینجور، نمیدونم. من بعضی وقتا دیدم که حالا مثلا با مریضا با یک حالت تحقیر صحبت میکنن بعضی ها، حالا مثلا نمیگن در سطح شما، شاید در سطوح پایین تر مثلا حالا ممکنه خدمه باشه. یا مثلا خیلی سعی در سخنرانی نکنیم. میدونی مریضای ما یا برعکسش ماها اونقدر حوصله نداریم که یکی به اون سخنرانی بکنه. مثلا بچه همون که اصلا دیگه، نوجوان همون که اصلا، حالا بخواین 2 دقیقه باشون صحبت بکنین اصلا حوصله ندارن، میرن تو گوشیشون، میرن نمیدونم فکر میکنن که ما میخوایم نصیحتشون بکنیم. حتی به مریض هم ما نباید نصیحت بکنیم، بیشتر توصیه میکنیم، میگیم بهتره این کار انجام بدید، اگر این کار انجام بدی بهتره و علمی تره. دستوری و آمرانه هیچکی عمل نمیکنه. حتی هم بیمار، نه تو باید همچی کاری بکنی، باید ورزش داشته باشی، چون من میگم باید داشته باشی، چون من میگم باید همچی داروی رو مصرف کنی. نه، اینها باعث میشه که ارتباط موثری نباشه. پس یادمون باشه که تو ارتباط، برای که ارتباط موثری داشته باشیم، دوستانه رفتار بکنیم با هم دیگه، با مریض صادق باشیم. و واقعا کسی که تو ارتباطش ناصادق باشه یا حالا دروغگو باشه، ما حتی از زبان بدنش میفهمیم. نیتمون نیت درستی باشه. امروز اگه میخوایم با بیمار حرف بزنیم، فقط نگیم که مثلا حالا وظیفمون هست، یا حالا فرضاً دوربین چک میکنن که ما بایستی حتما با مریض حرف بزنیم. خب حالا بعضی جاها ممکن دوربینی باشه. واقعا نیتمون به قصد کمک باشه، یا حتی مثلا تو خانواده نیتمون سازنده باشه، همه چیزش درست میشه. خب پس مهارت‌های ارتباطی دوستان هم بایستی تو انتقال پیام باشه، هم مهارت‌های دریافت پیام. من الان بایستی مهارت‌های کلامیم و غیر کلامیم خوب باشه. حالا غیر کلامی که متاسفانه نمی‌بینید، و اگر چت باکس، اگر که من وبکمم روشن کنم اینترنت ضعیف میشه. پس بیشتر امروز با هم کلامی صحبت می‌کنیم. مهارت‌های کلامی خیلی مهمه. غیر کلامی، حالا من اینکه دوبار این وبینار رو حضوری برقرار کردم، خیلی مهمه. و شما هم به عنوان دریافت کننده الان دارین گوش میدین، الان دارین نمیدونم مشاهده میکنین، دارین حالا پاسخ میدین به من، صحبت میکنین با من، با من چت میکنین، اینها خیلی مهم هست. و هر ما با هر دوتا داشته باشیم دیگه، خودتون میدونین نقشمون عوض میشه. مثلا کلام که همون حرف ما هست، اصوات ما هست. حالا کلام من چجوری باشه خیلی مهمه. غیر کلامی هم حرکات سر و بدن هستن که حالا باشون بیشتر آشنا میشیم. خب پس محتوای کلام بچه ها خیلی مهمه، موضوع کلام خیلی مهمه. من چی به زبان میارم؟ شما چی به زبان میاری؟ جذاب هست یا میخوای توش مثلا چند تا نمیدونم تنه هم بزنیم، نمیدونم چند تا مسخره هم همراهش داشته باشیم، یا الفاظ بد هم داشته باشیم؟ آیا موضوع تازگی داشته باشه، نداشته باشه؟ شما یه هیجان خاصی داشته باشین، منفی گرا باشین، مثبت گرا باشین. همونطوری که تاکید کردم، توجه به جنبه‌های فرهنگی خیلی مهمه. شما مثلا با سنی نمیتونین همون جوری که با شیعه برخورد میکنین با سنی برخورد کنیم، با اتباع یا حالا افغانی ها نمیتونیم اونجوری که با ایرانی برخورد میکنیم برخورد کنیم. حتی با بیماران زاهدانی، با بیماران بلوچ بایستی مطابق با فرهنگشون ارتباط برقرار بکنیم. گاهی وقتا مثلا من خودم دیدم توی بیمارستان افزاری پور که مثلا این نقاب روی صورتشون خانما باید حتما بعضیشون باشه. من بیماری دیدم که تو بیمارستان بچهش خیلی گیه میکرد و اینو هی از زیر نقابش میبرد، مثلا تکونش میداد، شیرش میداد، این بچه همچنان گیه میکرد. بعد بهش گفتم که خب به نقابت بردار، بچهت ببینه شماره، الان که کسی اینجا نیست. اشاره کرد که مثلا مادر شوهر من کنارم هست. مادر شوهرم همونجور پوشیده بود. خب با مادر شوهر صحبت کردم که خب حالا الان که توی اتاق همه زن هستن، بیمار دیگه هم نیست، میشه حالا این
نقاب برداری، بچه شما رو ببینه، آروم بگیره. دیدم که خیلی راحت گوش کرد. بعد گفتم بچه‌شم آروم گرفت. گفتم ببین چقدر خوب شد. الان که حالا همه پرستارا زن هستن، چرا مثلا گفت تو فرهنگ ما خیلی مهمه، مثلا ما نباید اینو برداریم جایی که نامحرم هست. اومدم تو ایسکا به دوستان گفتم دوستان خب یک کلمه با مریض صحبت کنیم که نقابشون رو بردارن. به حال حالا بچه‌ش مثلا با این شیوه الان آروم شد. یکی از بچهای دوستم گفت که بابا اینجا همه ای مریضای ما مال ایران شهرن، مال بلوچن، ما هی باید بریم روزا با اونا این صحبت ها رو داشته باشیم، این جنگ ها رو داشته باشیم. گفتم خب ببینی این با یک صحبت کردن خوب شد دیگه، یعنی از خداشم بود. ولی خب از مادر شوهرش یک ترسی داشت. ببینید زمینه های فرهنگی خیلی مهمن. خب مستقیم ما نمیتونیم بهش بگیم که حالا سری نقابتو بردار، یا با دعوا بهش بگیم حالا این چه کاری هست، مثلا این نقاب زدن شما مثلا چی رو میخواد برسونه. خب بایستی فرهنگ هاشونو بشناسیم. حالا یه مثال کوچیکی بود، یا مثلا یه مریض سنی، البته ممکنه حالا تو فرقه های مختلف متفاوت باشه. من یادم که یک نوجوانی رو میخواستم فشار خونش بگیرم، دست گرفتم و فشار خونش رو گرفتم و بعد دیدم که خیلی ناراحت شد. و اگر بله کلاس شروع شده، حالا اگر که صدا رو ندارین دوستان یکی بهشون بنویسید کلاس شروع شده، اگر صدا ندارن دوباره خارج شن و وصل شن به کلاس. خب بعد بهش گفتم که چرا ناراحت شدی، من که فشار خونتون گرفتم. گفت شما، من وضو گرفته بودم، حالا عمل جراحی کرده بودم، با سختی پایین شدم وضو گرفتم و شما دست گرفتی به دست من و دست نامحرم بود، وضوی من باطل شد. خب ببین خیلی مهمه، من واقعا شیوه ارتباط با یک بیمار سنی رو نمیدونستم. پس خیلی دقت بکنیم، عناصر فرازبانی رو هم بشناسیم، یا پارالنگویج رو هم بشناسیم. تون صدام چجوری باشه، چقدر بلند باشه، کوتاه باشه، یک نواخت باشه، بم باشه، زیر باشه، دلنشین باشه، آرام باشه، یا حالا با هیجان باشه. مثلا میخوام چه مطلبی رو بگیم، حالا خبر خوب رو میخوام بگیم با هیجان باید بگیم، خبر بد رو میخوام بگیم یه جور باید بگیم، لحنمون دوستانه باشه، با مریض دوستانه صحبت کنیم، ملایم باشه، تهدید نداشته باشیم، خشن نباشه. حالا ممکن بعضی مریضای مقداری خشن باشن، ما نباید خشن باشیم. این مهمه که مطالب رو چجوری بگیم، نظمشون چجوری باشه، کجا مکس بکنیم، کجا جمع‌بندی بکنیم، چه لهجه‌ای رو به کار ببریم، چجوری نگاه کنیم شنونده چقدر میفهمه، زبون ما رو چجوری میفهمه. میدونین که مانع بزرگ ارتباط ما با بعضی مریضا زبان هست و واقعا مثلا لهجه شونه نمیفهمه. یک مریض میاد مثلا مال بلوچ، خب ما لهجه شونه نمیفهمیم، واقعا نیاز به یک مترجم داریم. خب اینها خیلی مهم هستن که به عناصر فرازبانی دوستان دقت بکنین توی برقراری ارتباط. خب موضوع خیلی مهمه، من دوباره تکرار میکنم، من امروز بخوام در مورد یک خبر خوب با شما صحبت بکنم، در مورد یک خبر بد بخوام با شما صحبت بکنم، خب فرق میکنه دیگه. خب دوستمون خانم خجسته نژاد نوشته وقتی ما لحن خوب و ملایم مریض پرونده رو پرت میکنه جلوی تو اورژانس، اون وقت چی کار کنیم؟ مریض با فحش و دعوا کلا وارد میشه. بله حالا اینم من خودم تو بیمارستان کار کردم، از این چیزا زیاد دیدم، این هم در موردش داریم، یک شیوه هایی رو آخر اسلاید ها هست با هم صحبت میکنیم. واقعا خیلی از مریضای ما ممکنه همین حالت باشن، اصلا ممکنه این فردی که پرت میکنه یک درجه از بیماری روانی داشته باشه که هنوز اصلا تشخیص داده نشده باشه. اینو در موردش صحبت میکنیم. خب پس سبک های گفتار اونم خیلی مهمه، امری باشیم، مؤدبانه باشیم، درخواستی باشه، سوالی باشه، غیر مستقیم باشه. ببینیم مثلا با هر کسی نمیتونیم، با بچه همون نمیتونیم خیلی امری صحبت کنیم، من میگم باید این کارو بکنیم، من میگم باید درس بکنیم، حتی با مریضان همجور. مؤدبانه باید بگیم لطفا در رو ببندین، لطفا این دارو رو بخورین، لطفا این توصیه رو انجام بدین، لطفا مثلا پاتون رو جمع بکنین. ببینیم بهتره که ما از این سبک، حالا ممکنه جاهایم از این سبک ها استفاده بکنیم، سوالی هم به کار ببریم، ولی بهترینش این که مؤدبانه باشیم. گاهی وقتا حالا میشه بعضی الفاظ رو غیر مستقیم بگیم،
مثلا نمیدونم چی در رو باز گذاشته اینجا سرده، ولی گاهی وقتا دیگه نمیشه غیر مستقیم حرف بزنی، طرف معنی حرف ما، معنی رفتار ما رو متوجه نشه، دچار سوء تفاهم میشه. خب پس ما میخوایم فرایند بیان ارتباط رو بگیم. شروعش چجوری باشه دوستان؟ من امروز چجوری شروع بکنم با شما صحبت کردن در مورد ارتباط و چجوری به قولی ادامش بدم، چجوری حالا انشالله خاتمش بدم، اینها خیلی مهم هست. خب شروع ارتباط، فرض کنین که میخواین با یک بیمار حالا هم خشن و بد اخلاق ارتباط برقرار بکنین، ببینید خیلی مهمه. اگه اون بیمار یا اون مدد جو با شما بد اخلاق باشه، دیگه تا آخر تو ذهن شما مونده، تا آخر دیگه اصلا نمیتونین با این بیمار ارتباط درستی برقرار کنین. حتی اگه بیا مثلا معذرت خواهی هم بکنه، شاید به قول خودتون نتونین دلتون صاف بکنین. پس تو مرحله آغازین، علتش این که خب بیمارای ما هم یاد نگرفتن، همه از تو همین فرهنگ هستیم دیگه دوستان. خب بیمارای ما هم یاد نگرفتن ارتباط چجوری برقرار بکنن. خب خیلی آراسته خوشرو تبسم بکنین، گاهی وقتا مثلا برین سراغ مریض بگین که مثلا حالت چطوره، احوالت چطوره، میدونی بیماری چیه، مثلا در مورد خودت بگی من امروز پرستارتون هستم، من مثلا بیشتر شیفتای عصر هستم، و بهش توجه بکنید، نگاه بکنید تو چهرش و بگی که ازش تعریف تمجیدی بکنید، چقدر بیمار خوبی هستی، چقدر بهتر شدی نسبت به دیروز، چقدر نمیدونم روحیت بهتر شده، چقدر امروز شادتر شدی. شروع کنی به تعریف و تمجید. حالا نوجوانم تو خونه هم همجور، از همسرمون هم همجور تعریف تمجید بکنیم، فرق نمیکنه. وقتی از در بیا تو همینجور برخوردی داشته باشیم. خب اینها رو شروع کردین، وقتی یه ارتباط خوب شروع بکنین دیگه ادامه پیدا میکنه. گوش کنیم ببینیم طرف چی میگه، نشون بدین علاقتون رو، بازخورد بدین، بگین بله من دارم گوش میکنم، من میفهمم درد تو چیه، من الان متوجه شدم نیازت اینه، درسته ما باید امروز این کارو بکنیم، درسته ما باید این چیزا رو برای شما پیگیری کنیم. یعنی دقیقاً علاقتون رو نشون بدین، نه خیلی خلاصه، چون با مریضا که خیلی وقت ندارین صحبت بکنین، باید برین بلافاصله سراغ مریض بعدی. بعضی مریضا اینقدر درد دل دارن که اگر رهاشون بکنی همینجور میخوان از موضوعات مرتبط، از مثلا من دیدم از عروس بگن، از پسر بگن، از وقایعی که اصلا حالا ربطی هم به بیماری نداره بگن. خب این هنر شمای دیگه، یه جوری مثلا نمیتونیم بهش بگی خانم من وقت ندارم، میشه از این صحبت ها نکنی، اینجوری که نمیتونیم بگیم، میتونیم فوری یه جوری این هنر داشته باشی. خب حالا اینا رو ولش کن، الان ببینم حالت چطوره، الان ببینم داروهات تا کجا خوردی، الان ببینم راه رفتنت چقدر خوب شده. ببینید یه جوری موضوع صحبت بیارین رو اون چیزی که فوکوس شما هست. خب الان حالا مثلا 5 دقیقه با مریض ارتباط برقرار کردی، من با شما امروز صحبت کردم، گفتگو پایان خوبی داشته باشه، خوشایند باشه، من امروز خیلی خوشحال شدم شما رو خوب میبینم، من امروز خیلی خوشحال شدم که شما امروز به توصیه های من گوش کردین، امروز خیلی خوشحال شدم که با خانوادتم آشنا شدم. به هر حال چه اشکال داره ما به مریضامون هم بگیم، چه اشکال داره ما به بچه هامون اینا رو بگیم، امروز خیلی خوشحال شدم که در مورد این موضوع با من صحبت کردی. مثلا به بچه هامون بگیم خیلی خوشحال شدم که امروز مثلا این توصیه ها رو به من در این مورد کردی، در این مورد اطلاعات دادی، این احساساتت مثلا به من امروز گفتی. خب ببینین نگاه کنین، من الان امروز شما رو نمیبینم، ببینم واقعا خسته این، بیمیل هستین، نگاه کنین به طرف مقابل، ببینین که رفتارهای غیر کلامیش چی نشون میده. خسته هست، حوصله نداره، گوش نمیده، داره یه کار دیگه ای میکنه، شما حرف میزنه، خب اونجا دیگه اصلا جاش نیست که ادامه بدین ارتباط رو. خب باید جمع‌بندی بکنین و برین یه وقت دیگه، یه موقع شرایط بهتر شد بیاین و صحبت بکنیم، یا دیگه اصلا نباید موضوع رو تمومش بکنیم با بیمار، اصلا امروز حوصله نداره دیگه. خب گوینده، من گوینده امروز ممکنه با یه ظاهر نامرتبی بیام توی کلاس شما، شما اصلا همه نگاه کنین این غرق در ظاهر من بشین و هیچ اصلا گوش ندین،
یا مثلا سریع حرف بزنم، فرصت ندم شما یاد بگیرین. البته من با خاطر زیر وقت امروز دارم سریع حرف میزنم. یا مثلا تون صدام طوری باشه که شما خیلی ناراحت بشین، فکر کنین مثلا عصبانی هستم امروز، بنابراین گوش ندین، لحن و آهنگ نامناسب داشته باشم. دیدیم بعضی مثلا هنرپیشه رو دوست داریم صداشون، و بعضی وقتا مثلا به یه فیلمی علاقمند هستیم به خاطر فقط یک هنرپیشه، به خاطر که لحن و آهنگش خوبه. دیدین چقدر مثلا زیبایی رو دوست داریم، چقدر مثلا موسیقی رو دوست داریم. یعنی واقعا خداوند این حس در درونمون قرار داره که ما واقعا عاشق زیبایی هستیم. پس همه آهنگ رو دوست داریم، همه لحن خوب رو دوست داریم، همه دنبال موسیقی هستیم. پس همیشه اینطوری با ارتباط برقرار بکنیم. اگر که به زمان توجه نکنیم یا خیلی زود حرفامون رو بزنیم منظورمون رو متوجه نشیم، یا خیلی مسمس کنیم به قول ماها، حالا خیلی لفتش بدیم، بخوایم جون بکنیم حرف بزنیم، اینها هم مناسب نیستن. من ادب و نزاکت رعایت نکنم، هر جوری میخوام صحبت کنم، اصلا نگاه نکنم طرف مقابل، من یه انسانه، به هر حال یک بیماره، گاهی وقتا با بیماران ممکنه، به هر حال اون بیمار با ماها اصلا ممکنه ادب و نزاکت رو رعایت نکنه، متقابلا هم هست دیگه. و یا مثلا توانایی استفاده از بازخورد نداشته باشه، به ما بازخوردی نده. من امروز اصلا متوجه شدم شما چی گفتین، مثلا امروز متوجه شدم شما چی یاد گرفتین، خب اینا بازخورد دیگه. من اگه پیام شما رو تو این چت باکس میبینم پاسخ ندادم، یعنی پاسخ مناسب به بازخورد شما ندادم. و اگه یادتون باشه گفتیم که ابراز احساسات تو گفتار خیلی مهمه، تو پیام اصلا میخوام ابراز احساسات بکنیم، من امروز خوشحال هستم، امروز ناراحت هستم، امروز نمیدونم عصبانی هستم، رو بایستی به قول معروف توی گفتارم نشون بدم. اگه نتونم احساسم رو نشون بدم، خب یعنی که زبان بدنم هم مناسب نیست. پس تو ارتباطاتمون نشون بدیم مثلا که من واقعا خوشحالم، امروز میبینم شما حالت خوبه، خوشحالی، امروز مثلا وضع مالیت خوب شده، نمیدونم جایزه ای بردی، به هر حال. ولی یه وقتایی میبینی موانعی در شنونده هست دیگه، مثلا یکی از چیزایی که عدم تماس چشمی، من با شما حرف میزنم شما اصلا سرت بالا نگیریم، با بیمار حرف میزنیم بیمار اصلا سرش بالا نمیاره، اصلا گوش نمیده، گاهی وقتا تمسخر میکنه، تحقیر میکنه، انتقاد میکنه، بیمارستانتون خوب نیست، نمیدونم پرستاراتون خوب نیستن، نمیدونم تی خوب نمیزنن، شروع میکنه به انتقاد کردن. اصلا حالا ما داریم یه چیز دیگه ای صحبت میکنیم، اون اصلا یه جای دیگه ای شروع میکنه. یه گاهی وقتا واقعا عجولانه نتیجه گیری میکنیم. ما حالا میخوام در مورد یک داروی بگیم برای مریض از عوارضش، من خودم که میدونم فلانی دارو مصرف کرده اینجوری شد، فلانی واکسن مثلا کرونا زده مرده، اصلا نمیذاره در مورد واکسن کرونا ما صحبت بکنیم. پس ببینی داره نتیجه گیری عجولانه میکنه. و گاهی وقتا تعصبات غالبی داریم دیگه دوستان، مثلا مثال زدم دیگه، نسبت به یه فرهنگ خاصی، نسبت به یه مذهب خاصی، نسبت مثلا به سنی ها ممکنه تعصب داشته باشیم. یعنی وقتی این مریضا میان متوجه بشیم که سنی اصلا ممکنه نپذیریمش، نمیدونم خوشمون نیاد بریم بالای سرش، اصلا خوشمون نیاد مثلا آنجوکت بگیریم بهش، ببینیم نپذیریمش دیگه، واقعا اون هم ما رو نپذیره، اونم متوجه بشه که مثلا فرهنگ ما با فرهنگش متفاوته، ما رو نپذیره. مثلا تو اطفا دیگه ما اینها رو داریم. و بازخورد نشون ندادن هم باز برای اونم همجوری، اصلا نگه آقا من اصلا پیام شما رو متوجه شدم نشدم، یه سوالی بپرسه، یه چیزی بگه که من بفهمم اصلا امروز من مؤثر بودم. خب این باعث میشه که واقعا پیام خوب یا ارتباط خوبی برقرار نشه. گاهی وقتا هم محیط خوبی نیست دیگه، مثلا سر صدا زیاده، رفت آمد زیاده، مثلا مریض حالا اون روز نتونه بخوابه، نمیدونم نتونه صحبت بکنه، یا موانع فیزیکی وجود داشته باشه. به هر حال تو بعضی فرهنگ ها مثلا موانع فیزیکی، مثلا حالا نتونی مثلا با هم، الان که فاصله اجتماعی برقرار، نتونی با هم دست بدیم، نتونیم دست بذاریم مثلا روی سر یک بیمار، اینها موانعی هستن که واقعا ارتباط رو مشکل میکنه. یا مثلا وضعیت بدن اون دوستان، مثلا بیام کنار بیمار وایسیم، حالا من خیلی وقتا دیدم که مثلا پزشکا این کار میکنن، پشتشون میکنن به بیمار،
روشون میکنن به مثلا دانشجوها، شروع میکنن توضیح دادن. حالا ساعتها اصلا نگاه هم به بیمار نمیکنن. ببینید خیلی برای بیمار مهمه. میگه بیمارم پزشک من اومد یک ساعت اصلا روش به من نکرد، گرافی من اصلا روش به من نکرد، اصلا روش با من نبود، اصلا صحبتاش نفهمیدم چی شد. ببینید خیلی مهم هست. پس انتقال پیام به طور کلی دوستان 35% کلامی، حتی تو منابع دیگه باز درصدش فرق داره، 65% غیر کلامی هست، حتی تأثیرش هم هنگون. امروز کلام من فقط اگه تأثیر بذاره 7%. اون تانش، اون لحنش، اون حالا حرکات بدن من، این نمیدونم چهره من، اون نگاه کردن من به شما، اون خندیدن من، اینها همه باعث میشه تأثیر بذاره پیام. پس خیلی مهمه که به رفتارهای غیر کلامی توجه بکنید، بهش میگیم زبان بدن، به بادی لنگویج توجه کنید. ببینین همواره هر چی میخواین بگین بایستی رفتار غیر کلامیتون مناسب باشه. مگه میشه شما از اتاق سی پی آر بیاین بیرون برای بیمار بگین من متاسفم که بیمارتون مثلا ما نتونستیم کاری انجام بدیم، ولی لبخند بزنید؟ میگه همچی چیزی میشه؟ میشه مثلا مریضی زایمان کرده بخواین خبر خوش به خانوادش بگین، بیان بگین که یه خبر خوش دارم براتون، ولی ناراحت بیانش بکنین؟ نه. ببینین پس پیام های کلامی و غیر کلامی همخوان باشن، وگرنه باعث سوء تفاهم میشه. از در اتاق سی پی آر اومدین، این خبر دادین، با حالت خنده گفتین متاسفم، بیمار میگه، یا از سی پی آر اومدین بیرون با خنده و خوشحالی از تو اتاق رفتی، بیمار میگه عجب پرستار مثلا سنگدلی. ببینین پس خیلی مهمه، همواره هر چی میخوایم بگیم مناسب باشه رفتار غیر کلامیتون با کلامتون. خب پس انواع ارتباط غیر، حالا چجوری ما ارتباط غیر کلامی برقرار بکنیم؟ دوستان اگه سوال دارین من در خدمتتون هستم. خب کسایی هم که دستشون بالا هست من نقششون رو درست کردم. حالا اگه سوال دارین برای اینکه یکم خستگیتون گرفته بشه سوال رو میتونین مطرح کنین، یا اینکه بنویسین برام. یه مقدارم امروز ارتباطمون دو طرفه باشه و شما هم یه سوالی بپرسین، یه چیزی بنویسین که من خوشحال بشم شما دارین گوش میکنین و ارتباط متقابلا هست. خب پس تبسم خیلی مهمه، حالت نگاه، تون، وضعیت بدن، ژست ها، حرکات، فاصله فیزیکی، چقدر با مریض فاصله داشته باشیم، ظاهرمون چجوری باشه، اینها خیلی مهمه دیگه. زبان بدن واقعا 70% یعنی 5 برابر کلام تأثیر گذاره و دروغ هم نمیگه. اگه شما از اتاق سی پی آر اومدی خندیدی، یعنی واقعا دلت خوشحاله. پس ببینید هر آن چی که زبان بدن میگه اصل هست و متاسفانه تحصیلات هم هرچی بالا تعمیره زبان و بدن کمتر ازش استفاده میکنیم. چرا؟ چون آدم های تحصیل کرده فکر میکنن مطالب خیلی زیاد بلدن، بیشتر میخوان صحبت بکنن. یعنی واقعا افراد نگاه میکنن به وضعیت فیزیکی ما رو میتونن تشخیص بدن. خودتون هم خیلی وقتا خب حضور غیاب ما از رو چت باکس انجام میدیم، هم اول کلاس هم آخر کلاس از چت باکس کپی میگیم. خب بعد در آخرم سوال میپرسیم از عزیزان، اگه عزیزانی که سوال جواب ندن این تو کلاس غایب هستن. خب خانم کشکار نمیشه، وقتی بیمار افغان فحاشی میکنه نمیذار بهش دست بزنی، میگه ایرانی، آفرین، ببین میگه ایرانی نجس هست و همراه بیمار هم با فحاشی دورمون میکنه، ولی همزمان حالش بده خونریزی هم داره. بله، حالا این هم از مواردی هست که ما تو مرکز بهداشت هم باش خیلی روبرو هستیم. علتش اینه که اینا تو فرهنگشون اصلا ممکنه اینقدر پیش داوری کرده باشن ایرانی بد هست، نمیدونم ایرانی. خب ما یک اصلی که تو مراقبت فرهنگی مهم هست اینه که بایستی ما یک مترجم داشته باشیم، یک کسی از جنس فرهنگ‌های مختلف داشته باشیم که متاسفانه نداره. حالا منظور من مترجم حتما اون نیست که زبان ما رو بهش بگه. توی مراقبت فرهنگی میگیم از فرهنگ های مختلف یه نفر باشه یا یه نفر آگاه باشه به اون فرهنگ تو بیمارستان داشته باشیم. بله، بیاد با اون مریض، مثلا از خود افغان، یا بیاد با اون مریض صحبت کنه. بله، الان که رسیدی به این مرکز درمانی
شرایط مرکز درمانی اینجا همه بیماران، این همه پرستارا ایرانی هستن، پزشکا ایرانی هستن. به هر حال اگر نمیخوای خدمتی بگیری باید بری یه جای دیگه. یه جای دیگه هم که اصلا برای افغانیا نیست. این نیاز داریم به افرادی به عنوان واسطه گر عزیزان که تو بیمارستان هم نداریم واقعا. حالا در مورد این هم باز آخرش صحبت میکنیم. علتش اینه که نه اونها فرهنگ ما رو، یه مبحث خیلی زیادی هست، اونها تونستن واقعا فرهنگ ما رو بپذیرن، نه ما اونا رو پذیرفتیم. اونها فرهنگ ما رو نپذیرفتن و کم کم رفتن تو حاشیه. ما بهشون بیمحلی کردیم، بهشون خدمت کم ارائه دادیم، خدمت درست ارائه ندادیم، عادلانه رفتار نکردیم و همین پیش داوری ها از فرهنگ ما تو ذهنشون مونده و دچار فقر شدن با این با حاشیه رفتن و الان برخوردشون با ما اینجوری. این مراقبت فرهنگی بحث خیلی گسترده‌ای هست. انشالله من در نظر دارم که در آینده برنامه‌ریزی کنم برای بیمارستان‌ها و برای پرستارا این کلاس‌های مراقبت فرهنگی رو بذارم اگر خدا فرصتی بده. و اون انشالله دیگه یه مقدار بایستی مبسوط‌تر باشه و یه مقداری طولانی‌تر هست و جلسات مختلف می‌خواد. حتی همین ارائه مراقبت به مهاجران خودش من تو یک جلسه دستبندیش کردم. خب پس در مورد انشالله که جواب سوالتون داده باشه عزیزم. پس تناگاهی باید داشته باشیم دوستان. ما وضعیت فیزیکی خودمون رو بشناسیم، بدونیم چگونه میشینیم، چگونه میستیم، چگونه میخوابیم. الان که دست بکرمون کمرمون زدیم معناش بدونیم، جلو بیمار بدونیم که این حرکات ما چه معنی دارن و دیگران هم آیا فرهنگشون همینجوری هست، همینطوری برداشتشون هست. مثلا دست زدن به کمر توی فرهنگ ما معمولا نوجوان هم در مقابل ما دست به کمر میزن، یعنی میخوان با ما مقابله کنن. خب تو فرهنگ ما همه میدونیم این معنی داره. بایستی بشناسیم فرهنگ خودمون رو. خب زبان اشاره خیلی مهمه بچه ها. مثلا تو فرهنگ های مختلف زبان اشاره فرق میکنه. دیدین که شستمون رو بالا میگیریم، دوتا انگشتمون رو بالا میگیریم، یا علام راهنمای رانندگی رو میبینیم. به هر حال اینها زبان اشاره هستن. یا زبان عمل هم همینجور، مثلا نشستن من، دویدن من، خوابیدن من نشون میده که من چجوری هستم. یا حتی مثلا طرز نشستن من، سرم پایین باشه، سرم بالا باشه، نشون میده من چه نیازهایی دارم به عنوان بیمار از شما، یا چه تقاضایی از شما دارم. یا زبان اشیا بچه ها خیلی مهمه. مثلا میریم خونه دوستمون میبینیم که سفره آرایش یه جور دیگه است، نمیدونم لباسش یه جور دیگه است، چیدمان منزلش یه جور دیگه است. همه راه ارتباط هستن دیگه. یا خوشمون میاد یا بدمون میاد، یا مثلا یاد میگیریم ازش، یا ازش میپرسیم خب چیکار کردی که چجوری مثلا این چیدمان کردی، میشه یاد من بده. ببینید خوشمون میاد دیگه، ارتباطمون بهتر میشه، دوست داریم که با این بیمار ارتباط بیشتری برقرار کنیم، چون لباسش لباس قشنگی، مثلا لباسش مثلا پول اکدوزیه، لباسش نمیدونم یه فرم خاصی داره، خوشمون میاد. خب اینها از انواع ارتباطات غیر کلامی هستن. خب خانم نجفی سوال کردن که چجوری میشه اعتماد بیمارانی که همکارمون گفتن جلب کنیم که بذار کاراشو کارای درمانش انجام بدیم. ببینید ما آخرش که دوستان بایستی به بیمار خدمت ارائه بدیم. تو بیمارستان اگر که ما مفسر نداریم، اگر که کمک نداریم، خودمون دیگه بایستی کم کم به هر حال، حالا سرپرستارمون، سوپروایزرمون اگه فکر میکنین مثلا اونها بهتر میتونن، حتی اگه پزشک مثلا فکر میکنین که مثلا قدرتش بیشتر هست، گاهی وقتا بایستی از پزشک استفاده کنین، از دانشجوی مثلا پزشکی، از رزیدنت و البته نه به دعوا، نه به امر و نهی، به هر حال اینا باید با زبان خودشون. ما الان تو درمانگاه ها میبینیم زیاد مریض افغانی و اولش هم خیلی مقاومت میکنن حرف بزنن، حتی مثلا اطلاعات بدن. به حال کم کم که مثلا دست رو سر بچهشون میکشیم، کم کم که میگیم چه لباس قشنگی پوشیدی، این لباس کی به دوخته، این کجا میدوزن، باور کنیم مثلا اولش میاد اصلا حاضر نیست حرف بزنه خانم افغانی. یا مثلا ما یه خانمی داشتیم، آره از همین افغانی که خودتون میگین مثال بزنم، یه خانم افغانی اومده بود زایمان کنه، سزارین بکنه، همینجوری که شما میگین با یه اخم تخم مدام با ما دعوا میکرد، حتی ما لباس آوردیم که لباس اتاق عمل بپوشه، گفت امکان نداره من این لباس بپوشم،
گفتیم مگه میشه تو اومدی تو بیمارستان باید با این لباس بری اتاق عمل؟ نمیشه که با لباس پولک و نمیدونم همچین چیزی بری تو اتاق عمل، اصلا مگه دکتر میتونه تو رو عمل بکنه؟ دیدیم نه اصلا کنار نمیاد، امکان نداره. بعد یه همسایه ایرانی همراهش بود و اینا، یعنی اومد رسید، بعد گفتم که خانم فلانه میشه به من بگیم من باید چیکار بکنم؟ این لباسش در نمیاره، حالا به حتی اصلا من پروندهت میدم بری خونه و اینها. نه نمیشه که حالا مریضی که پرکلمسیه باید آماده بشه بره اتاق عمل، بهش بگی که نه اصلا توی بیمارستان برو، این حق نداریم. گفت که ببین این لباس برای اینا خیلی ارزش داره، این لباس خیلی گرونه و فکر میکنه که این برداشت هست که مثلا ایرانی ها لباسش میدوزن تو بیمارستان لباسش گم میشه. گفت خب اینه به من میگفت، میگفت لباس هم با ارزشه. خب اشتباه ما هم هست که از فرهنگ های دیگه ای که بهشون ارائه خدمت میدیم خیلی آگاهی نداریم دوستان، علتش اینه. ما باید بریم کتاب فرهنگ افغانستان رو بخونیم، نمیدونم بیم واقعا با مهاجرا صحبت بکنیم تا خیلی فرهنگشون رو بشناسیم. خب گفتم پس باید چیکار کنم؟ گفت هیچ، اگه شما یه کمد بهش بدین لباسش بذاره داخل، این که خیلی آسونه، بیا عزیزم این کمد فلان اتاق، اینم کلیدش، شما برو لباسش در بیار تو هم اتاق، اصلا بذار دستش. خانم خیلی راحت، همون خانمی که اخم و تخم و دعوه و این هم که لباسش عوض کرد. خب علتش این بود که من واقعا نمیدونستم، واقعا مستعصل شده بودم با این بیمار باید چیکار بکنیم امروز که اورژانسی بره اتاق عمل. ببینید خب حالا مواردی هم هستن سختن دیگه، مثلا تو خانواده هم دارین که دیگه به هر حال، حالا مثلا سه تا فرزند دارین، یکیش یه مقدار شخصیتش سخته، یه مقدار یکی شخصیتش نرمتره، اینها رو دارین دیگه، اینا کم کم باید یاد بگیریم. یک روزه ما ارتباط رو یاد نمیگیریم دوستان. خب حواسمون باشه چقدر باید مجاورت داشته باشیم با بیمار، چقدر باید فاصله حفظ بکنیم، مثلا جلوی افرادی که مثلا خیلی مؤمن هستن، مثلا یه خانم محجبه یک آقایی بخواد بره آنجو کتش بگیره چقدر میتونه نزدیک بشه. جهت یابی خیلی مهمه، کجا وایسیم، کجا بیمار، رون به بیمار باشه، کنار بیمار وایسیم، سر پایین پای بیمار وایسیم، کنار سر بیمار وایسیم، فضای شخصیشو چقدر رعایت بکنیم. حالا الان که داریم میگیم فضای اجتماعی، دیدین که فاصله اجتماعی 1.5 متر، ولی فضای شخصی بین نیم تا مثلا 1 هست، چقدر به مریضا نزدیک بشیم. وقتی میخوایم آنژوکت بگیریم، ما که میریم تو فضای شخصی، یعنی هم فضایی که با خانواده داریم دیگه، یعنی داریم به بیمار نزدیک میشیم. خب بیمار ممکن ناراحت باشه، فکر کنه که داریم تجاوز میکنیم به، میگه اینها چه پرستاره هستن، اصلا براشون مهم نیست که حالا به ما بگیرن، تخت ما بهشون بچسبه. ولی خب توضیح بدیم بهش، ببین من الان میخوام آنژوکت بگیرم، من الان میخوام ماسک بذارم بهت، اکسیژن بهت بذارم، مجبورم که یکم بهت نزدیک بشم. ببینیم حتی گاهی وقتا باید بگیم عذر میخوام، من یکم باید مثلا دست شما رو بگیرم، میخوام آنژوکت وصل کنم، میخوام فشار خون تو بگیرم، اینها رو توضیح بدیم بهش. خانومی هم که خیلی معامله هست، اگر که بهش توضیح بدیم حتی میذاره یک پرستار مرد هم آنژوکت بهش وصل بکنه، چون گاهی وقتا واقعا ما هممون نمیتونیم، مثلا نیاز داره یه پرستار مرد ماهری بیاد این کار انجام بده. و از هنر ارتباط ما هست بچا. خب به من این مثال های از ارتباط غیر کلامی آوردم که بدونیم، مثلا وقتی گره میکنی ابروها رو، من الان نمیدونم شما ابروهاتون گره کرده هست، واقعا ناراحتین، درد دارین، بیمار الان ابروهاش گره کرده، دست ما ناراحته، خیلی درد داره، دست خانوادهش ناراحته، یا مثلا ابروهاتون میبرین بالا، تعجب دارین میکنین، من امروز دارم چی شما میگم، یه چیزی اصلا نشنیدین، یا به هر حال سر دارین تکون میدین، تایید میکنین، یا مثلا دیدین بچه همون سرشون بالا میندازن، میگن که ما اصلا گوش نمیدیم، مخالف هستیم با شما، یا به هر حال انکار میکنن، به هر حال نمیدونم نمیپذیرن، سرشون میندازن بالا، میگیم چقدر سر به هوا هستی. اینها رو باید بلد باشیم دیگه. خیلی حالا نشانه های ارتباط خیلی زیاد هستن، حرکات غیر کلامی، من آخر اسلاید ها گذاشتم، حالا اگه شما اسلاید ها رو خواستیم دیگه خیلی زیاد هستن و وقتمون نیست که اونها رو بگیم. ژست ها خیلی مهم هستن، بالا انداختن شونه ها، من نفهمیدم چی میخوای بگی، یا اصلا به من چه، ببینید
یک مریض ممکن داری باش صحبت میکنی، شونهاش بندازه بالا بگه اصلا ربطی به من نداره، اینجا بیمارستان شمایی، شما پرست داریم. یا مثلا چانه تونو بمالین، داریم فکر میکنین، یا مثلا دست بذارین روی شقیقتون یکم فکر کنین، الان من نمیدونم شما مثلا دست به کمر هستی میخوای مقابله کنی با من، یا دست به چانته، یعنی دوست داری که گوش بکنین موضوع رو. ببین خیلی مهمه، از روی اینا ما میفهمیم دیگه، شما بلد باشین الان مریض اشتیاق داره حرف شما رو گوش بکنه یا نه اشتیاق نداره، اصلا ربطی به قول معروف الان موضوع رو نمیفهمه، بعد بریم یه راه دیگه ای پیدا بکنیم. خب خانم نجفی هم نوشته فکر میکنم مددکار داره. خب حالا بله، مددکارا هم نقش همون مفسر ما داریم توی کتابای خارجی، البته میگن که یعنی مفسرا آگاه به فرهنگ هستن، ولی مددکارا هم بایستی تمام فرهنگ ها رو بشناسن دیگه، بیان به هر حال به کمک شما، ما یه تیم هستیم. میگم حتی از مددکار کمک بگیرین، اگه فکر میکنین از دکتر بهتر گوش میکنه بگیم ایشون دکتر شما هستن امروز، و حتی ممکن از یه دانشجوی پزشکی یک رزیدنتی هم بیشتر گوش بکنه، حتی ممکن مرد باشه، از پرستار مرد بیارین بچه ها. اونجا خیلی راحت حرفش بود، چون به جنس مرد خیلی تو فرهنگ مثلا ما و افغانستان اهمیت میدن، شاید الان همون بیماری که با شما اینجور بد اخلاقی بکنه یه پرستار مرد بره خیلی هم تحویلش بگیره. ببینید بایستی این هنرتون باشه دیگه، مراقبت فرهنگی رو بلد باشین، کجاها نمیدونم حتی نقش عوض بکنین. خب این گفتم هر جا دوستان شما دیدین که پیام غیر کلامی و کلامی با هم تناقض داره، ما غیر کلامی رو انتخاب میکنیم دیگه، میگیم این بیشتر اعتبار داره، امروز چهرهش خندون بود پس خندان هست. حالا اگر که عزیزانم گوش یعنی حوصله داری، من یک فیلم بهتون بذارم که یکم به قولی خستگیتون رفع بشه، در مورد زبان بدن با هم آشنا بشیم، بعد اگر که به قولی وقت بود ادامه میدیم و صحبت هایی هست در مورد بیمارا اونها رو میگیم، یکم هم خستگی میگیرین هم که به قولی فیلم رو گوش میکنین تنوع ایجاد بشه. هر روز و هر ثانیه افراد اطراف ما در حال تولید سیگنال های مختلفی هستن، توانایی خواندن مردم به توانایی دریافت این سیگنال ها توسط شما بستگی داره. تصور کن که بدونی یه دختر به چی داره فکر میکنه، هر روز و هر ثانیه افراد اطراف ما در حال تولید سیگنال های مختلفی هستند. توانایی خواندن مردم به توانایی دریافت این سیگنال ها توسط شما بستگی داره. تصور کن که بدونی یه دختر به چی داره فکر میکنه، حتی بدون اینکه یک کلام باهات صحبت کنه. شاید مثل فیلم های علمی تخیلی باشه، اما واقعیت اینه که با داشتن دانش مورد نیاز میتونی از افکار طرف مقابلت مطلع بشی. این فرکانس و سیگنال که توانایی خوندن مردم رو به شما میده اسمش زبان بدنه. اکثر ما از زبان بدن خودمون آگاه نیستیم. توجه به این فرکانس و درک جزئیات اون میتونه ما رو وارد دنیای جدیدی بکنه. چیزی رو میتونیم ببینیم که اکثر مردم نمیبینن. علم ثابت کرده که مغز و بدن ما با هم رابطه بسیار نزدیکی دارند و به هم متصل هستند. در واقع اونها مثل آینه همدیگه عمل میکنند. اگر دختری از شما خوشش بیاد، بدن به فرکانس مغز وصل میشه و هرچی این سیگنال و فرکانس رو بهتر تشخیص بدی، شانس بیشتری برای به دست آوردن دلش خواهی داشت. این رفتار همه جا هست. مردم اطرافت همواره در حال تولید رفتارهای مختلف هستند. و جالب اینه که با دیدن این رفتار میفهمی یه مشکلی وجود داره، ولی نمیدونی چه مشکلی. دختری که داره به مادرش دروغ میگه رو تصور کن، موقع حرف زدن شاید سرشو بخارونه یا سرفه بکنه و رفتارهای عجیبی مثل اینو داشته باشه. شاید فکر کنی اونا عوارض سرماخوردگیه، ولی با توجه به شرایط الان اون، این رفتارها نشون دهنده عدم صداقت این دختر با مادرشه. تا حالا دقت کردی چرا دروغ گفتن به والدینمون انقدر سخته؟
چون اونا از زبان بدن ما آگاه هستن و فرقش رو سریع میفهمن. واسه اونا فهمیدن اینکه دروغ میگی یا نه خیلی آسانه، چون به راحتی تغییرات ریز رو در رفتارت رو تشخیص میدن. یکی از دوستای من هر وقت استرس میگیره شروع میکنه به عطسه کردن. همین رفتار کوچیک که شاید خیلی ها نادیده بگیرن، در واقع نشون دهنده از استرس این دختره. در ارتباطات میان انسان ها کلام تنها 20% ولی زبان بدن 80% اون ارتباط رو تشکیل میده. قسمت بزرگی از زبان بدن تون صدا و قدرت صدای ماست. با دقت کردن به تون صدا میتونی از افکار ذهن افراد باخبر بشی، فقط با دقت و بررسی تون صدای اونا. حالا تصور کن میری رستوران مدرسه، میشینی سر یک میز با یک گروه که شاید این گروه دوستای خودت باشن. اگه بخوای بدونی که رهبر این گروه چه کسیه، دنبال کسی باش که با قدرتمندترین صدا صحبت کردن. حواسمون باشه قدرتمندترین صدا، نه بلندترین اونا. صدای بقیه ممکنه یکی بلند و یکی آروم باشه، ولی میون اونها یکی با قدرتمندترین صدا صحبت میکنه و مالک این صدا همون رهبر گروهه. با قدرت صحبت کردن یک راه خوب برای به دست آوردن مقام رهبری در یک گروهه. پس دفعه بعدی که رفتی بیرون، آگاهانه به تون صدای مردم گوش بده و دقت کن. در اکثر موارد صدای قدرتمند نشون دهنده شخصیت قوی و صدای ضعیف نشون دهنده شخصیت ضعیفه. برای خوندن افکار مردم باید از چندین و چند شواهد کمک بگیری. از یک نشونه تنها نمیشه نظر خوبی داد. همه میگن چشم ما دریچه‌ای به سوی روح ماست. این درسته، اما همین رو هم میشه در مورد نحوه راه رفتن گفت. هر روز هر جا که هستی کلی آدم که دارن راه میرن و میبینی. 7 میلیارد آدم، عدد کمی نیست. آدم‌های معمولی بیشتر به کلام توجه میکنن تا به نحوه راه رفتن شما، ولی نحوه راه رفتن شما واقعیت رو بیان میکنه. همیشه استثناء وجود داره، ولی در اکثر موارد کسی که قدرتمند راه میره احتمالاً شخصیت قدرتمندی هم داره. پس دفعه بعد که در جمعی از آدم‌ها بودی به نحوه راه رفتنشون دقت کن و اون موقع تو جزئیاتی رو خواهی دید که بقیه نمیتونن ببینن. آدم‌ها چطوری راه میرن؟ اگه سرشون پایینه، چشم تو چشم راه نمیرن و قدم‌های کوتاه برمی‌دارن، احتمالاً شخصیت ضعیفی دارن. آدم‌های با شخصیت قوی و اعتماد به نفس بالا قدم‌های بلندتری برمی‌دارن. انگار هر قدم یک دلیل و منطقی داره، انگار باید جای مهم می‌بره. تون صدا، نحوه قدم زدن و رفتارهای خاص بدن می‌تونه افکار و شخصیت اون فرد رو برای شما آشکار کنه. راه دیگه ای هم برای پی بردن به افکار مردم هست و اون هم کلامیه که اونا استفاده میکنن. هر روز کلمات زیادی در قالب جمله گفته میشه، اما کمتر به کلمات به صورت تکی توجه میشه. برای باز کردن قفل ذهن مردم به کلمات کلیدی که اونا استفاده میکنن دقت کن. اکثر مردم اینا رو متوجه نمیشن. کلمات هم مثل زبان بدن رازها رو برای ما آشکار میکنن. کلماتی که مردم استفاده میکنن گویای شخصیتشونه. کسی رو تصور کن که بعد از هر جمله از عبارت فکر کنم یا گمان کنم استفاده میکنه. این عبارت معمولا نشون دهنده شک و تردید و شخصیت ضعیف اون فرده. همینطور عبارت هایی مثل من نمیدونم. با دقت به کلمات مردم متوجه میشی اکثر اونا به دو دسته تقسیم میشن. شخصیت هایی که سرزنده و قوی هستن و شخصیت هایی که منفعل و ضعیف هستن. شخصیت های ضعیف معمولا با مسائل به صورت غیر مستقیم و منفعل برخورد می کنن و از کلماتی استفاده می کنن که نشون دهنده عدم کنترل اونا روی زندگیشونه و جوری وانمود می کنن انگار اتفاقها همین جوری براشون می افته. اما شخصیت های قوی معمولا به صورت مستقیم صحبت می کنند. شخصیت های ضعیف معمولا مستقیم و شفاف صحبت نمی کنند، انگار از اتفاقها بسیار دورند و در نهایت به یک نتیجه واحد نمی رسند. مهمه که بدونین مغز انسان خیلی قدرتمنده. در موقع تفکر
آخر یک خانواده بودند و ریسک زیادی کردند. اما فرزندان وسط معمولاً بیشترین ضربه را می‌خورن چون کمترین توجه به اونا میشه. تک فرزند هم معمولاً به اعتماد به نفس کاذب میرسه، بدخلق و بی اهمیت به بقیه به جز خودش. چیزی که در مورد تک فرزندان باید بدونین که اونا بیشتر از بقیه به انتقاد حساس هستن و اگر توسط والدین نونور بار اومده باشن، بزرگسال که میشن دنبال هر راهی میگردن. خب دوستان، این همون مبحثی بود که خودتون مطرح کردین، یعنی در واقع خودشناسی، و به قولی برمیگرده به دوران کودکی ما که ما شخصیتمون چجوری شکل گرفته و الان مهارت‌های ارتباطی رو بلدیم یا نه. خب من میرم سریع سراغ مباحثی که بایستی تو بیمارستان دیگه از اصل مطالب فکر کنم گفته شد. دوستان یک از دوستان سوال پرسیده که اون سوالش میذاریم فکر کنم آخر بذاریم بهتره. خب تا اینجا گفتیم دیگه بچه ها، دوستان عزیز دیگه، من حالا فیلم بهتون نمیذارم چون که یه مقداری زمانم محدود هست. در مورد زبان بدن که دیگه گفتیم، در مورد اصل مهم ارتباط شنیدن هست یا گوش دادن هست. در واقع میدونیم که شنیدن با گوش دادن خیلی فرق داره. شنیدن یعنی فقط ما همجور به طور غیر ارادی بشنویم، ولی گوش دادن یعنی واقعا گوش بدیم و تفسیر بکنیم. توی ارتباط گوش دادن خیلی مهم هست بچه ها، اینکه واقعا دل بدیم به یک کاری، اون خیلی مهمه. خب در مورد گوش دادن دیگه میخواستم یه فیلم بذارم، اونو نمیذارم. گوش دادنتون گوش دادن فعال باشه، هدفمند باشه، مثل امروز که دارین تو این کلاس گوش میدین، واقعا تماس چشمی برقرار بکنین، نمیدونم روتونه بگردونین به سمت اون گوینده، به قولی حرکاتی نشون بدین که دارین گوش میدین. بله آها، میشه برام توضیح بدی، نمیدونم میشه برام بیشتر بگی، به هر حال نشون بدی که داری گوش میدی، این خیلی مهم هست. ولی اگر که تو گوش دادن سخنان افراد اون فرد مقابل رو قطعش بکنین، یک کاری بکنین که نشون بده شما بی‌حوصله هستین، هی مرتب ساعت نگاه کنین، هی نگاه کنین ببینین برگه ها رو ورق بزنین، خب اگر بچه جون قطع میشه شما باید وارد و خارج بشین دوباره، چون سیستم من که خوبه. فکر میکنم دوستانی که صدا ندارن یا حالا قطع و وصل میشه مشکل از بیمارستان هست. خب پس یا مثلا بعضی هستن همش مخالفت میکنن، هر حرف میزنین مخالفت میکنن، اصلا گوش نمیدن شما چیکار دارین میکنین، یا به هر حال عقب هستن، یه عالم توضیح دادی دوباره برمیگردن میگن چی گفتی، میشه برام دوباره بگی، یعنی یه جورایی ما تا الان گوش نمیدادیم. به هر حال خیلی مهمه که با حوصله گوش بدین، نشون بدین رفتارتون، زبان بدنتون نشون بده که دارین گوش میدین، و واقعا هم گوش دادن انرژی میخواد. یعنی من الان میدونم که شما امروز خیلی انرژی صرف کردین تا حرفام رو گوش بکنین. خب نکته مهمه دیگه توی ارتباط بازخورد دادنه، این که من واقعا به شما بگم که بله منظور از پیام شما این بود، حالا اینجاش اشتباه بود. مثل این که الان شما به من گفتیم که این صدا داره اکو میشه، من بازخورد به شما دادم و بالاخره صدا درست شد. این خیلی مهم هست که بازخورد بدیم، گاهی وقتا اصلاح بکنیم ارتباط رو، سوء برداشت ها رو کم بکنیم. حالا این خیلی مهمه، بازخوردام مثبت باشه، منفی باشه، اصلا هیچ اهمیتی نداشته باشه. مثلا مثبت این باشه که واقعا حرکاتمون رو نشون بدیم، تایید بکنیم بله چقدر خوب. منفی هم باشه، مثل که همه الان خمیازه بکشی، یه بی توجه باشه، این بازخورد منفیه. یه عده هستن که اصلا هیچی دیگه، یعنی مطلقا صفر مطلقا، اصلا نه ارتباط نشون میدن که اصلا توی کلاس هستن نه نیستن دیگه. و نهایتا دوستان عزیز جمع‌بندی کنیم، حالا به قول معروف ارتباط رو، توصیه های کلی من اینه که وقتی داریم با یکی صحبت میکنیم به طور کلی پشت سر هم صحبت نکنیم، مثل من که امروز مجبور شدم تون تون حرف بزنم، واضح و روشن بیان بکنیم، خیلی صحبت های طول و دراز نکنیم، آهنگ صدا مناسب باشه، به شنونده توجه بکنیم،
تعمیم دهی نکنین، نصیحت نکنین، نمیدونم کلماتتون هم مثبت باشه، به هر حال سعی کنین انرژی مثبت منتقل بکنین به دیگران، کلام خوب انتخاب بکنین. خب حالا من میخوام اینجا ویژه در مورد برخورد با بیماران بگم. گفتم اصول کلی ارتباطات یکسان بود، انشالله سعی کنیم تا 11 مونیم تموم بشه دیگه. تماس چشمی برقرار بکنیم، رفتارهای مناسب انتخاب بکنیم، به دقت به حرفاشون گوش کنیم، به همراهان بیمار گوش کنیم. بله میدونم شما وقتتون محدوده، به هر حال بیمار زیاد داره، 9 تا 10 تا هر پرستاری بیمار داره، به هر حال حالا دستبندی بکنین، به سوالات و ابهاماتشون پاسخ بدین. به هر حال مریض میاد، خودتونم بستری شدین، خیلی جای ابهام داری، پزشک کی میاد، عمل جراحی من کی هست، آزمایشات کی من کی میاد، نمیدونم. به هر حال بعضی مریضا درد دارن، واقعا باید درداشون کم بکنین طبق آر پروتکلایی که شما دارین. گاهی وقتا همراهیاشون توضیحات از شما میخوان. به هر حال مریض اند استیج، نمیدونم در مراحل آخر، شما نمیتونین یک اطمینان کاذب بهش بدین. خب اینجا باید از افراد دیگه کمک بگیرین، حتی متخصصانی هستن توی کشورهای دیگه که این کارا رو میکنن. واقعا به مریضا توضیح بدین بله الان بیماری شما اینه، ما طرح درمانت اینه، حالا مثلا 2 روز دیگه تشخیصت مشخص شد، عمل جراحی داری، ما شرایطت درک میکنیم، میدونیم که به هر حال سخت تو بیمارستان، به هر حال حالا آنژوکت داری، محدودیت داری، اینها سخته. همون که حرفی که زدم، مواظب زبان بدنمون باشین، شوخی و مزه و خنده با هم دیگه در مقابل بیمارای بدحال نداشته باشیم. حالا گاهی وقتا داریم همکارمون کنارمون وایساده، این چیزها رو حالا من دیدم، داریم برای یک مریض بدحال آنژوکت میگیری، همونجا یه شوخی بدی با همکارمون هم میکنی. البته میدونم توی پرستارا این چیزا نیست، به هر حال یک موارد تک هم دیدی میشه، ولی مریض این ما رو زیر ذره بین داره. اگه خواستیم خبر بدی بدیم، واقعا ما آموزش دیده نیستیم، خب بزنیم به عهده یه فرد دیگه، بگی من نمیتونم به همراهی مریض این حرفو بزنم، شما برو یه حرفو بزن. خب همینجور که خودتون بیان کردین، خطر خشم و پرخاشگری رو ارزیابی کنید. خب واقعا ویژگی های جمعیت شناختی رو بدونید. به هر حال فرهنگ افراد متفاوته، بعضی افراد توی فرهنگ های هستن که جنگجو هستن، بعضی از یک محیط های مثلا به قول کوهستانی هستن، خب ممکنه یه مقداری آروم تر باشن، وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین خب باعث میشه برخوردشون متفاوت باشه، مثلا حمایت اجتماعی کم دارن، فرضاً زنان گذری میان، معتادان خیابانی میان، نمیدونم بیماران HIV میان، برای همه اینا بچه خطر خشم دارن، خطر این که ممکنه پرخاش بکنن، ممکنه ما رو بزنن، بیمار پزشک رو بزنن، در دیوار رو به هر حال آسیب برسونن. خیلی مهم هست شما الان این تصور داشته باشین که هر بیماری وارد بقولی بیمارستان میشه، ممکن یکی از این مشکلات رو داشته باشه، یا به هر حال به لحاظ قومیت همونجوری که گفتین زبان ما رو متوجه نشه، سابقهش در نظر بگیریم، ممکن بیمار بیمار روانی باشه خدای نکرده، ممکن بیمار پرخاشگری باشه، بیماری باشه که شیشه مصرف کرده، به هر حال بیماری باشه که شخصیت ضد اجتماعی داره، سوء مصرف مواد کرده، میخواسته خودکشی بکنه، روان پریشی داره. خب شما که خبر ندارین، پس به هر حال هر بیماری میاد وارد در میشه، شما فکر کنین که این مریض و این خانوادش پرخاشگرن تا اینکه خلافی ثابت بشه. بعضی وقتا میبینین نه، بیمارا آروم هستن، یک مرتبه خودشون نشون میدن، اینم حواستون باشه. پس حتما موارد بیماران مشکل دار رو با داروهای گاهی مشکلاتی که همراه بیمار ایجاد میکنه، بله دیگه، بله شما فکر کنید همراه بیمار بیمار روانی هست، فرقی نمیکنه، همراه بیمار بیمار پرخاشگری هست، حتی بیمار هم از برخورد اونا راحت میشه. مثلا من دیدم والدینی میان که خیلی آروم هستن ولی بچه هاشون خیلی عصبی هستن، حتی اون مادر هی مرتب داره توصیه میکنه به پسرش مثلا این برخوردت اشتباهه. ولی شما مریضا رو تهدید نکنین، بگین که اینجا خشونت پذیرفته نیست، اینجا جای خشن بازی و جای مثلا پرخاشگیری نیست. به هر حال اگر که شما شکایتی دارین، مثلا سوپروایزر هست، میتونین من سوپروایزر بگم بیاد شکایتون مطرح کنه، ولی جای
مثلا عصبانیت نیست، آروم باش، حالا مشکلت راحت بیان کن، ببینم مشکلت چیه. واقعا این خطر رو احساس بکنین که بیمارا ممکنه به شما آسیب برسونن و از این مریضا فاصله بگیرین. همه مریضی که میبینی همراهش عصبانی هست واقعا فاصله بگیرین. به هر حال نیروی تو بیمارستان هست، حالا بعضی جاها گارد هست، اینها رو خبر بکنین که در کنار شما باشن. به هر حال اونو مثلا حتی لباس نظامی رو ببینن بعضی مریضا آروم میگیرن. به هر حال قشنگ رو که بگین که اینجا خشونت قابل قبول نیست، اینجا میتونی صحبت کنی، در مورد بیمارت بگی، در مورد خواستت بگی، کجاها مثلا کمکاری شده، اینها رو بیان بکنی، آروم باش. به هر حال تهدید نکنی، اگر تهدید بکنی اونها هم مقابله میکنن، چون از فرهنگ های مختلف هستن. اصلا میگم بیمار ممکنه بیمار روانی باشه، الان تصادف کرده اومده به بیمارستان شما، درست جاش توی بیمارستان دیگه است، ولی الان یک مشکلی داره که مجبور شده بیاد تو بیمارستان شما. گاهی وقتا خب نیازه که مهار فیزیکی داشته باشیم دیگه، هیچ چاره ای نیست دیگه، نیروی انتظامی باید باشه، داروی مسکن باید بزنیم، نمیدونم خواب آور باید بزنیم، دستای مریض دیگه گاهی لازم هست که ببندیم. به هر حال زمینی که اونها رو مهار میکنیم باید مواظب باشیم که به هر حال آسیبی نرسونن به پزشک، به پرستار. بیماران روانی، بیماران سوء مصرف مواد، بیمارانی که دلیریوم دارن، بیمارانی که به قول معروف مضطرب هستن، به هر حال حالا همراه کسی رو از دست داده، الان آرومه، یه بار میبینیم یه مرتبه خشمش پلکانی میره بالا، اینا رو حواستون باشه و حواستون باشه که با رفتار خشن باشون نکنید، یه رفتار غیر حرفه‌ای نکنید، چه کلامی چه غیر کلامی، مثلا روتونم یه جوری برگردونین، یه جوری نشون بدین چهرهتون، ممکن اونا بیشتر خشمگین بشن. به هر حال رعایت حرمت داشته باشین به همراهی، حتی اگه اون پرخاش میکنه عزت نفسش خراب نشه، چون حالا داره جلوی دیگران احساس قدرت میکنه. ولی این نکته یادتون نره که اگه شما احساس بکنین که در خطر نیستین خیلی اشتباهه. اگه احساس کنین نه شجاع هستین و از عهده این مریضا برمیایین و بگین ما از عهده فلان مریض بر اومدیم، از عهده این بر نمیایم، اینا اشتباه هست. شما هر لحظه احساس خطر بکنین که ممکنه در مقابل شما یه بیماری باشه که خیلی خطرناکه، اصلا ممکنه یک جانی باشه، یک زندانی باشه. خب گاهی در اون در آن واحد ما با چندی مورد سخت ارتباطی که شما بله در من دقیقا درک میکنم، چون من سالها تو اورژانس کار کردم، واقعا با موارد زیادی روبرو هستیم. حالا اون همراه میره مثلا یک بیماری، حالا سی پی آر شده فوت کرده، اون همراه میاد یک جور عصبانیه، همراه بعدی میاد یک جور عصبانیه. برها بیمارستان های ما هم بله امکانات کم، مثلا یه نگهبان داره، خودمون نگهبانم به هر حال خسته هست، اینها هست دیگه تو بیمارستان های ما اینجور موارد هست. خب در حالت افت هوشیاری و بیماران عفونی واقعا نمیشه، هفت یا گاهی اوقات 9 تا بیمار کار خیلی سخت هست و واقعا درست میگین، نمیشه با عدالت کار بکنیم، سعی میکنیم مهربون باشیم، واقعا میدونم و کاری جا نمونه و این به خود پرستار آسیب جسمی. بله ما واقعا داریم توی پرستاری، شماها رو میگم، حالا من خودم 18 سال هست که کار بالین کردم، میدونم واقعا داریم، همه جا از خودتون مایه میذارین بچه ها، همه جا از خانواده مایه میذارین، از خودتون مایه میذارین، از جسم و روحتون مایه میذارین. این دیگه هنر خودمون هست دیگه، تا الان مثلا ما واقعا یا شما خودتون سرپا نگه داشتین. خب اینم یادمون نره که داریم تو ایران زندگی میکنیم بچه ها، با این امکانات کم داریم زندگی میکنیم و این دیگه از هنر شماست، پرستاری یک هنر دیگه. میدونم گاهی وقتا اصلا ممکنه با یک مریض اصلا نتونی حرف بزنی، به هر حال دیگه خب حالا فردا که با اون مریض اگر بودی فردا میتونی رو اون مریض وقت بذاری. خب گاهی وقتا مشکلات بینایی دارن بیمارانمون، خب مریض میاد نابینا هست، تو به هر حال شما تو بسترش که این تو بخش خودتون اعلام بکنین که بله من رسیدم، آقای فلانی، خانم فلانی، من فلانی هستم، اگه کاری داشتی این زنگ صدا بزن، نمیدونم به هر حال با یک تایی صحبت کنین که اون متوجه بشه.
به هر حال بیمار نابینا خیلی فرق داره لمسش میخوای بکنی چون ما رو نمیبینه، حالا ما جوان هستیم، پیر هستیم، مرد هستیم، به هر حال بهش بگیم دیگه میخوایم حالا مثلا آنژوکت بهت وصل بکنیم، ماسکتو بذاریم، یا به هر حال میخوایم کلاهی مثلا جراحیت بپوشیم. هنگامی که صحبت هامون تموم شد داریم از اتاق میریم، به بیمار بگیم که خب کاری نداری، من دارم میرم سراغ بعدی، اینم زنگ اخبار، حالا کاری داشتی، اینم این وسیله اتاق اینجا هست، اینم عینک شما هست، عینکتونم اینتون هست، به هر حال لنزتون تمیز باشه کنارتون. خب بخش ما که اصلا نگهبان نداره، بارها بیمار و همراهان فحاشی میکنم. بله خیلی از بخش ها که حالا تو بیمارستان شما لااقل اورژانس هم یک نگهبانی داره، خب بالا دیگه این از نمیدونم خدمه بخش استفاده کنین. گاهی وقتا حالا پرستارای مرد خیلی کمک کننده هستن، حالا مثلا برنامه‌ریزی میشه توی باشه که تو هر شیفتی یه پرستار مرد قاطعی هم باشه که مثلا حواسش به پرسنل زن هم باشه. و بله این از اساس هم به قولی میگه ای کاش از اساس درست میشد همه خطاها ختم میشد. پرستار میشه پرستار کم قبول کنه، اما فرهنگستان در جامعه، فرهنگ سازی در جامعه هم مهمه. بله دیگه شما همه چیزی درست میگین، اگه اون چیز صوت فیلم گوش کرده باشیم، ما از اول بچگی همون باید مهارت های ارتباط یاد بگیریم، یاد بگیریم تو بیمارستان رفتیم چجور برخورد بکنیم، طلبکارانه برخورد نکنیم، مدعا و نمیدونم چی برخورد نکنیم. متاسفانه گفتم دیگه اینجا ایران است دیگه بچه ها، و حالا خودمون باید تک تک سعی کنیم لااقل مثلا فرزندانمون که تربیت میکنیم این چیزا رو یادشون بدیم دیگه. حالا مثلا فرزند ما هم وقتی که یه جایی جریمه میشه دیدم خب عصبانی میشه، یه جایی پشت ترافیک هست دیدم عصبانی میشه. خب ببینید همین افراد میان توی بیمارستان دیگه، اینا امروز به قولی همینا هستن که مددجوهای ما هستن دیگه. خب پس داشتیم از بیمارانی که مشکلات بینایی داشتن میگفتیم. بعضی بیماران مشکلات شنوایی دارن، باز بیم حضورتون اعلام بکنین، آره به هر حال با لمسی، با نمیدونم حرکت دادن چیزی نشون بدین که به هر حال شما روبروش هستین، دارین لبخونی میکنه. حالا خود من که هیچ موقع لبخونی یاد نگرفتم. یک مریضی یک بار میخواست بگه که مثلا فرزندم سربازی، دستش مثلا میبرد کنار گوشش علامت نزاعی، من متوجه نبودم چی بگه. من خودم اصلا متوجه افرادی که مشکلات شنوایی دارن خیلی نمیشم. و بعد یکی دیگه از همکارانم که خیلی خوب لبخونی برداد داره میگه فرزند من سربازی هست، یا دخترم مثلا بارداره و دختر مثلا باردار هست، دست میگرفت به گوشواره و میگفت مثلا دختر، ولی من متوجه نمیشم. به همکارم گفتم بیا ببین این مریض چی میگه. هیچ، اون وقت گفت که این مریض داره میگه که من مثلا دخترم بارداره و دختر باردار هست. ببینید اینها باید بلد باشین دیگه، تو فرهنگ ایران ممکنه برها تو فرهنگ ما هم مریضهای بیان ناشنوا باشن، نابینا باشن، یا مریض بیهوش. همینطوری که گفتیم تو آی سی او ها برها شما خیلی بهتر از من بلد هستین، تو آی سی او ها مریض میاد بیهوش هست دیگه، سعی کنین فکر نکنین که اینجا آی سی او هست، مریض بیهوشه، صداها رو متوجه نمیشه، حرفای ما رو متوجه نمیشه. نه خب به هر حال صدا رو کم بکنین، نورا رو تا اونجایی میشه کم بکنین، سعی کنین با همین مریضم ارتباط برقرار کنین، ببین ما به مادرش بگین، به والدینش بگین، مثلا شما باش حرف بزن، به هر حال حرفای شما رو میشنوه، حالا خودتون که وقت ندارین. به هر حال حالا اومدین بالای سر مریض، میخواین فشار خونش رو بگیرین، حتی اگه بیهوشه بهش بگین حالت چطوره، ببینین صدای شما رو میشنوه، چون ما واقعا نمیدونیم بیمار در چه حدی. ببین میخوای فشار مریض بگیری، میخوای دکمه های دستگاه رو روشن بکنی، میشه بهش بگی که الان حالت خوبه، من فلانی هستم، دوست دارم بهتر بشی، خوشحالم که امروز بهتری، و به هر حال فرض بر این بذارین که داره صدای شما رو میشنوه. خب من دیگه صحبتام تموم شد. یک سوال هم یکی دیگه از دوستانمون کرده بودن، من برگردم و حالا فکر میکنم در مورد بخش گفته بود و گفته پرستاری که به نظرتون پرستاری که خودش مرتب به حقوقش تجاوز میشه، میشه چقدر میتونه به حقوق بیمار احترام بذاره؟
وقتی مثلا تو بخش سرطان 8 تا 9 تا بیمار تو شیفت پرستاری های توان داره که منصف باشه. خب ببینین دوستان، شرایط کاری ما اینطوری هست، حالا تو بخش سرطان، تو بخش دیگه، تو بخش اورژانس شرایط کاری سخت هست. این دیگه دلیل بر این نمیشه که ما به بیماران حقوقم واقعا تجاوز میشه. از اون بالا حقوق کم به ما میدن، به شما حقوق کم میدن، نمیدونم شیفت اضافه باید بیایم، نمیدونم به قول خودتون مددجوهای مختلف با فرهنگهای مختلف با خصوصیات مختلف باید تحمل بکنین، با درد و رنجهای مختلف باید تحمل بکنین که خودش فشار میاره رو روحیه شما. اینها هست دیگه، ولی خب حقوقتون هم تجاوز میشه. ولی دلیل بر این نمیشه که ما به بیمارا ظلم بکنیم. ما مثلا چون داری به خودمون ظلم میشه، به بیمار هم بایستی کم کاری بکنیم. هر جایی که توان داری، تا حدی که میتونی واقعا. ما میدونم که شما همه دارین واقعا ایثار میکنین، واقعا از اون چی که وظیفتون هست دارین بیشتر کار میکنین. یعنی واقعا شاهد هستم و واقعا هم دیدم، یعنی با جون دل دارم میگم، نه اون که فکر کنین مثلا قلوب میکنم، نه واقعا دیدم که شما همه دارین ایثار میکنین و از خود گذشتگی میکنین، از خودتون، از خانوادتون، از درس بچتون، از سلامتی جسمی خودتون. حتی اگه مریض بشین یه روز بیشتر نمیتونین استعلاجی بگیرین. بله این چیزا هست و واقعا این شرایط تو ایران هست دیگه، ولی ما این رشته رو انتخاب کردیم، اومدیم توی کار. به هر حال بایستی تا یک حدودی صبر و تحملون ببریم بالا. به هر حال شرایطم همیشه هم اینجور نمیمونه. من فکر نمیکنم همیشه دیگه به حقوق شما تجاوز بشه. به هر حال بخش بهتر میشه، شرایط بهتر میشه، انشالله که ایران بهتر میشه. ولی مریضا رو دریابیم، مددجوها رو دریابیم، فکر کنیم که همه اینها خانواده. من میدونم شما تصورتون همینه که همه اینها خانواده ما هستن و تمام تلاشتون دارین میکنین و شاید تو ذهنتون این ایجاد میشه که نمیتونین منصف باشین، ولی واقعا شما دارین تلاش خودتون رو میکنین، چون من خودم از نزدیک دارم کار شما رو میبینم. خب اگر سوالی باز هست که من میتونم، من حالا دو سه تا فیلم گذاشته بودم که براتون بذارم، ولی اگر که دیگه فکر میکنم حالا یا زمانی شد وقت ندارین، اگه سوال دیگه هست من در خدمتتون هستم و سوالاتون پاسخ میدم. انشالله که مفید باشه دوستان. حالا چون به هر حال چیز بود دیگه، من مجبور شدم، حالا مجازی بود، مجبور شدم که به قولی شما رو نبینم، چهره نازنین شما رو نبینم. واقعا خب خیلی برام سخت بود که با شما مثلا غیر مستقیم صحبت بکنم، ولی به هر حال محض وظیفه بود دیگه. دوستان عزیزم، به هر حال خوشحال شدم که شما رو اینجا دیدم، به قولی یه عده هم باشون آشنا شدم. انشالله آرزو میکنم که همیشه همه جا سالم باشین، در پناه خدا ایمن باشین، اصلا خدا قوتی چند برابر براتون بده، واقعا بتونی ایثار بکنیم دیگه. دیگه چیزی دیگه ای ندارم بگم دوستان و دیگه من یک کپی هم از اسامیتون گرفتم عزیزا، اگه که دیگه انشالله میدم برای خانم جبارپور و برای گواهی هم دیگه هر جوری که خانم جبارپور صلاح میدونن همونجور با شما رفتار میکنم. اگر پاورارم خواستین، من چون حالا من پاور خیلی داشتم دیگه بعد از اون، به هر حال دیگه نگفتمشون چون خیلی زیاد بود. بله واقعا واقعا که پرستاری عشق، اگر عشق نبود هیچ کنون از ماها باقی نمیموندیم دیگه، همه همون میرفتیم دیگه. همین دعاهای مریضا، منتظر همین دعاهای مریضا هستیم. اگر مریضا گاهی وقتا عصبانی میشن، اگر گاهی وقتا پرخاشگیری میکنن، اگر که به قولی حتی آجر رو ماها پرت میکنن، بعضی هاشون هم هستن دعای خیر رو میکنن. خب به هر حال همون دعای خیر هم انشالله به ما کمک بکنه و تو زندگی پاورها رو بله میتونین آپلود کنین. من به کسایی که دسترسی دادم اونها میتونن آپلود کنن. حالا اگر که اونهایی که من بهشون ارائه دهنده
نقششون رو فعال کردم اونها میتونن دانلود کنن. حالا میشه شما یه بار دیگه کسی میخواد اسمش بنویسه من نقشش رو فعال بکنم به عنوان ارائه دهنده میتونه پاورها رو دانلود بکنه. یا من میدم به خانم جبارپور بعد میتونی از خان جبارپور بگیری. خیلی ممنون دوستان عزیز، شما خسته نباشید، من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حالا اگه کسی هم خواست پاورا رو دانلود بکنه الان میتونه، من یه کلاس نمیبندم تا پاورا رو شما آپلود کنید، دانلود کنید.